بدم خدا سلام. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و ایام مکان باشه. دوستای عزیز، اومدیم به ساحه شهر نو و اطراف صرافی ها که اینجا رستوران ها و هتل های سنتی وجود داره و امروز میخواییم که دیزی هراتی رو برای شما معرفی بکنیم، یکی از غذاهایی که مردم هرات زیاد نوشجان میکنن و ما هم امروز میریم نوشجان میکنیم، پس با ما همراه باشین. این دودی که میبینیم ناشی از کباب هراتیه که ما در برنامه های گذشته برای شما معرفی کرده بودیم و حالا همراه میشیم و میریم اینجا و در مورد به هر حال دیزی هراتی بیشتر میپرسیم و هم کلام میشیم با آشپزی که به هر حال در این هتل میباشه. سلام، اجازه خوبه؟ الحمدلله به دعای شما، شکر فضل خدا زنده. نام شما؟ قربان شما. نام شما؟ محمود ولادت الفراوش. کاکا جان، در مورد دیزی هراتی یک معلومات بدیم که دیزی هراتی چی رقم غذاییه، چه قسم پخته میشه و بیننده ها به تصویر میبینم که دیزی اینجا آماده شده. دیزی دیگه ما از گوشت و گوسفند درست میکنیم، هرچی آلو خورما آلو هم داره دیگه، برادر نخود داره دیگه، عدوی دگ داره، همه چیز خور داره. اینا رو ما صبح میگذاریم، اینا رو شو بنام میکنیم، صبح اینا رو تمیز میشوریم، بعد از اون او میریزیم، اینا رو میگذاریم بالای کوره پخته میشه، بعد از اون ساعت های 11 و نیم اینا رو بالای کوره ور میداریم میاریم میریم مشتری ها. بیشتر در چی فصل نوشجان میکنن؟ بیشتر اینا که میخورم، بیشتر اینا رو این مردم هایی که شربا زیادتر میخورم میایم میخورم. و در زمستون بیشتر میخورم؟ تو زمستون بیشتر میخورم. بله. خود شما چگونه؟ علاقه داریم یا نه؟ خود ما که خیلی علاقه داریم. مردم قدیمی رات میگم خیلی دوست دارم. ما همیشه دیزی میخوریم. بله. مشتری ها شما چگونه؟ چقدر دیزی رو دوست دارند و روزانه چقدر دیزی شما به فروش میرسانید؟ ما 35 تا دیزی پخته میکنیم، همونا رو میدیم مشتری ها. و از گوشت چی است؟ از گوشت گوسفند. بسیار خوب، اگر موافق باشیم خود شما یک خوراک دیزی جور بکنیم، خود شما بشینیم و بیشتر قصه بکنیم و ما هم امتحان بکنیم که مزه دیزی های شما چگونه. بفرمایید بشینیم نشاک جان شما میدیم برای شما دیزی ها میدیم.
بله بیننده های عزیز، فوق العاده دیزی خوشمزه بود، مخصوصا در این هوای سرد هرات بسیار خوشمزه، خوشتم و خوش سائقه است که معمولا به دیزی خب شوربا هم میگم در هرات، شوربا یا شوربا. و من یک نکته بگم که برای بیننده ها، بله مغلطه صورت نگیریم، دستای خود پاک شستم، چون اصولا غذاهای مثل دیزی و شوربا را با دست نوش جان میکنم، لذتی بیشتره. من تاکید میکنم که دستا خود پاک بشستم و خیلی هم خوشمزه بود. کاکا جان، یک مرحله دیگر دیزی همی گوشت لات کرده، میشه در مورد ازی بگین؟ این گوشت لات کرده باید لات کنیم، اگر لات نکنیم خوردن یه خورده میشه، ولی ایتو لذتی بیشتره، مزه غذاره نداره، چون ای هم عدوها و اینا بم گوشت و بم نخوت و لوبی و دک بنده بساتی نه، اینا لات میکنیم، بعد از اونی خدی نوش جان میکنیم. بسیار خب، چند سال میشه که شما مصروف آشپزی هستیم و ایراتی های قدیم میگم این غذا رو خیلی خوش داشتن؟ تقریبا 35 سال اگه 36 سال همیده چیزی میشه من به تعمیر کارم. از گذشته بگین که چی تفاوت های در سبک غذایی آمده؟ در گذشته من این غذا بود، آلی غذا نوی هم به ایرات مد شده؟ ولا غذا نوی، زیادتر غذا نوی به ایرات مد شده. مثل کرایی، مثل نمرو هیراتی، مثل تاچین ایراتی، این ایتا چیزا مد شده که پخته میکنن، زیادتر اینا زیاد شده با ما بین غذا. قبلا هرچی بود کچری بود و قابلی بود و همین چلو، چلو صفه برای اینجا صاف کردنی. و چگونه میزان مشتری هایی که خود شما داریم، مردم چقدر همین غذای سنتی و قدیمی را نوز پسند میکنن در هرات؟ آیا از بین میره یا نه که هنوز مخاطبا خور و علاقمندا خور داره؟ انشالله رحمان، او فرهنگی که ما از قدیم به هرات داشتیم، او فرهنگ اصلا هیچ فرهنگ از بین نمیره، همو فرهنگ تو هست تو وقتی که دنیا با پایه، همو فرهنگ است. حالا این فرهنگی که ما نیم از ما که نیه دیگه، این فرهنگ از گذشته های فرد مثال با ما میراث مونده، همیتو میراث به میراث همیتو میره که تا دیگه خدا خودی خبر داره که تا کی باشه. در مورد ازی بگیم که معمولاً خود شما چقدر چند وقت از این غذا استفاده میکنه؟ مرچه نگ بار پرسید و میسواله که مرد قدیم، این برحال خود شما چقدر دوست داریم؟ حال غذا نوی که آماده، مثلا کباب های مختلف کرایی که نام گرفتیم، کدام غذا رو شما ترجیح میدیم از بین این غذا؟ والا همین غذایی که خود ما از قدیم پخته میکردیم ما ایر بیشتر مایی، این غذای که حالا نو آماده در حقیقت درست میکنیم و اغذر من مکه نمیخورم، خوش ندارم، ولی دیگه مردم زیادتر خوش دارن. به دکانی که شما داریم، مطلعی که داریم، بیشتر مردم کدام غذا رو بیشتر نوش جان میکنن؟ چون فکر کنم کباب هم زیاد داریم. چلو، قابلی، کباب، کرایی، همینا رو زیادتر میخورن. قیمت یک خوراک دیزی در هرات چنده؟ 100 روپیه با نونی 110 روپیه. پس غذای مناسبی هم هست به لحاظ اقتصادی. خیلی مناسب، که هر مسلمان میتونه بخوره، هر برادر میتونه استفاده کنه از این غذا. تشکر از بیننده عزیز، تشکر از جیکوکو جان که میزبانی کردن از ما و ما یک تست میکنیم بازم غذا. ممنون که با ما همراه بودید. دیزی یا شوربا جز غذاهای بومی هرات هست که از گذشته های دور مردمی غذا رو نوش جان میکنن و همچنان این غذا در هرات در هتل ها و در رستوران ها سرو میشه و در تایم ها و فصل های مختلف نوش جان میشه. انشالله که شما به هرات آمدیم از این غذا نوش جان بکنیم و مطمئن هستم هراتی هایی که دور از هرات هستن، در خارج از کشور هستن، خیلی به این غذا تنگ شده. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.